کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 480 شهر از 219200 نفر بیشتر است. در 88 کشور جهان 202 دو میلیون دوز واکسن تزریق شده است اما به گفته سازمان نظام پزشکی تا امروز 20 هزار واکسن روسی برای جمعیت 80 میلیونی ایران تهیه و توزیع شده است. رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا تا کنون 62 مورد مبتلا به ویروس انگلیسی داشتیم که هفت نفر را از دست داده ایم که چهار نفرشان در اهواز بودند در خوزستان با سیر انفجاری ابتلا و مرگ و میر مواجه هستیم استاندار تهران احتمال اینکه یک الا دو هفته دیگر میزان موارد بستری نیز در مراکز درمانی افزایش پیدا کند بسیار بالاست دانشگاه پزشکی اصفهان 8700 بیمار کرونایی در استان اصفهان فوت کردند که 12 مادر باردار هم در میان آنهاست. دانشگاه پزشکی اهواز موارد بستری نسبت به هفته گذشته 90 درصد و موارد فوت 45 درصد افزایش یافته است. موارد ابتلا در دهتز 900 درصد، اندیکا 500 درصد، آقاجاری 360 درصد، حمیدیه 237 درصد، امیدیه 209 درصد، دشت آزادگان 201 درصد، احواز 68 درصد افزایش یافته است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یک شنبه سوم اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 480 شهر از 219,200 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 8,153 نفر، در البرز به 5,533 نفر، در اردبیل به 2,732 نفر، در اصفهان به 14,125 نفر، در ایلام به 2,261 نفر،

به 8295 نفر در کردستان به 3792 نفر در کرمانشاه به 4479 نفر در گلستان به 5700 نفر در گیلان به 7826 نفر در لورستان به 9033 نفر در مازندران به 9242 نفر در مرکزی به 4393 نفر و در همدان به 5168 نفر رسیده است. در حالی که تا کنون 202 میلیون دوز واکسن در 88 کشور دنیا تزریق شده است، به گفته زفرغندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، تا امروز 20 هزار واکسن روسی برای جمعیت 80 میلیونی ایران تهیه و توزیع شده است. رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا گفت تا کنون 62 مورد مبتلا به ویروس انگلیسی داشتیم و هفت نفر را از دست داده ایم که چهار نفرشان در اهواز بودند. به دلیل سرایت پذیری بالای این ویروس در خوزستان با سیر انفجاری ابتلا و مرگ و میر مواجه هستیم و این سیر سعودی میتواند خیز سوم ویروس در استان خوزستان باشد. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت از اواسط هفته دوم بهمن شاهد افزایش شیب نسبتا ملایمی هستیم و تغییری در کاهش آمار مبتلایان، مراجعان بستری و موارد مراجعه سرپایی وجود ندارد. و این مسئله نشان می دهد که احتمالاً باید در انتظار شکلگیری پیک های جدیدی در تهران باشیم. مجموع بیماران بستری در تهران با تشخیص کرونا در 108 بیمارستان به 2062 بیمار می رسد و حدود 860 بیمار در آی سی او بستری هستند. در خوزستان رئیس دانشگاه پزشکی اهواز گفت ویروس انگلیسی در نقاط مختلف خوزستان گسترش یافت. از ده نمونه ارسالی به انستیتوی پاستور نه نمونه آن انگلیسی بود که بسیار نگران کننده است. دو نمونه ویروس از آبادان ارسال کردیم که هر دو از نوع انگلیسی بودند. نمونه های دیگری از اهواز، هویزه، دسفول و دشت آزادگان به انستیتوی پاستور فرستادیم که متوجه شدیم تمام سوش ها انگلیسی هستند. وی همچنین گفت موارد بستری در استان نسبت به هفته گذشته 90 درصد افزایش پیدا کرده است. موارد بیماری و فوت در استان به ترتیب 74 و 45 درصد افزایش یافته است. موارد ابتلا در دهدز 900 درصد، در اندیکا 500 درصد، آقاجاری 360 درصد، همیدیگه 237 درصد، امیدیگه 29 درصد، دشت آزادگان 21 درصد، اهواز 68 درصد و بهبهان 13 درصد افزایش یافته است. در اصفهان معاون دانشگاه پزشکی گفت استان اصفهان برخلاف کشور که سه موج را از سر گذراند دو موج را در اسفند و فروردین و شهریور تا آذر ماه طی کرد در موج دوم روزانه 2200 بیمار شناسایی و 450 تا 500 بیمار بستری شدند و 8700 نفر در استان اصفهان با علائم مشکوک و قطعی کرونا از بین رفتند و 12 مادر باردار هم جان باختند و سه نوزاد نجات پیدا کردند تا زمانی که جامعه با واکسیناسیون به ایمنی نرسد ویروس کرونا دچار جهش و موتاسیون می شود در هرمزگان سخنگوی ستاد کرونا در استان هرمزگان گفت طی دو هفته اخیر شرایط استان در حال تغییر است و روند مراجعه بیماران سرپایی بستری و فوتیها ها افزایش نگران کننده ای داشته است دبیرخانه شورای ملی مقامات ایران سه اسفند 1399